یهای جنات کی کچری ہے، جنات کی کھرت ہے، اینجا دادگاه و محکمه جنها هست. در این درگاه حضرت علی که بروین برای شما انشاءالله نشان میدم. ولی السلام علیکم. حضرت ایسد درگاه می حادی میاں شاہ حادی میاں صاحب کی بارگاہ ہے. جی حضرت شاہ عبدالحادی صاحب، اور یہ یہاں کچہری لگتی ہے جناتوں کی. سبحان اللہ، یہ پریوں کا محل ہے، یہاں جھولے بھی ہیں پریوں کے. اس کو دیکھا، یہاں جو ہے انجا جو ہے کیا حضرت؟ پریوں کے جھولے ہیں، اس میں پریوں جھولتی ہیں. در انجا پری و جنات ہیں ان خانہ. پھر سب کو حضرت آپ کو بتانے پڑتے ہیں میں بعد میں. پاکستان شوز کیسا رکھے لگت لگاتے کہتے ہوئے یا جنت کی شہنشاہ. السلام علیکم یا شہنشاہ حضرت. تم درگاہ کے سامنے جاؤ، یہ بھی آ جائے. ہاں مزہ کے ساتھ. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا وعلى اسمه. يا مولا يا حضرت، حضرت کا نام کیا ہے حضرت؟ حادی میاں صاحب. حادی میاں صاحب، سرکار حادی میاں. کون سے سلسلے کی ہوگی؟ چشتی قادری حضرت. چشتی صاحب. چشتی صاحب، سبحان اللہ. چشتی صاحب. پہلے بتاتے ہو پھر دعا کرتے کیسے کریں؟ حضرت کے بارے میں پیدا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ضروری لطف یا شاهنشاه، چش نما به ما به شود سرنوشت، نما به ما به شود سرنوشت. الهی نور ایمان عشق نبی صلی الله علیه و سلم برای همه ما به حرمت عزت عطا بفرما. یا الهی به حرمت شاه عبدالهادی چشتی صابری، یا الهی تمام کسهایی که حالا مشکلات جنات دارند، یا الهی آن جنات را از بدن آن برمت حضرت دور بدار. یا الهی ما دعا میکنیم، از بارگاه الهی میخواهیم که هر کسی که ما را میبیند، اگر در بدنش جنات هست یا میخواهد در عالم روحانیت به مو مقصد که دارد برسد، یا الهی میخواهد که صاحب چیزی شود در عالم روحانیت و از حضرت دعا میخواهد، یا الهی به حرمت حضرت آنها را به مقصدشان برسان.
الهی تمام کسهایی که امروز ویدیو را میبیند و همه را از جنات محفوظ نگه دار. یا الهی ما را از شر جنات و به این چیزها محفوظ نگه دار. یا الهی ما را در رای و در رای میشن اولیای کرام همیشه ما را زنده و مستحکم نگه دار. اللهم نوّر قلب متقين بأنوار جمال وكمال بكمال معرفتك وصلى الله على محمد وعلى آله. اینجا درگاهی است که هر کسی که در جسم هان جنات باشد و همیشه پریشان باشد و پیش هر جادوگر میروند در هندوستان شفا نمییابند، اما به درگاه این قطب سلسله چشتیه وقتی که می آید و جنات از بدنش در مدت 40 روز دور می شود، یک کرامات زنده ازد. در این 4 طرف جنات هست، در شب می آید و اونجا خانه پریها هست. من برای شما نشان می دهم، هر کسی که بخواهد در عالم روحانیت جنات را تسخیر کند و یا که امزاد و محکل بخواد، اگر در هر جا که برفت نمیتوانند آسل کنند، اما اینجا که بیاید آن به مقصد خود نیز میرسد. این کرامات حضرت هست که حضرت از سلسله چشی صابری هست و از خواجگان چش هست که در هندوستان خیلی مردم تا امروز از درگاه ایشان، از برکت ایشان فیض میبرند. انشاءالله من جای بیشتری برای شما نشان میدهم. آئے ہیں اور یہاں کی کچھ خاص کرامات ہیں حضرت کی، جس میں جنات اور جو بھی آسیب ہوتے ہیں لوگوں پر اور وہ یہاں پر حاضری دے 40 دن یا 4 مہینے جب حضرت کا موڈ ہو تو اس شفا آب ہوتا ہے اور شفا پاتا ہے. ہمارے حضرت افغانستان سے تشریف لائے ہیں اور خاندان چشت کے ایک عظیم ہستی اور بزرگ ہیں. لیجیے آپ سے بات کرتے ہیں. حضرت آپ کو کیسے محسوس ہو رہا ہے یہاں آ کر؟ کیسا لگ رہا ہے امروہہ کی سرزمین پر شاہ عبد الہادی صاحب میں آپ کھڑے ہیں، آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں یہاں پر؟ ان خواہر میں گوید کہ یہ بچہ ہے، فوٹو لینا بچے کا، یہ کسی کو گئے ہیں، وہ بچہ ہے، یہ بولتا نہیں، جو بولتا نہیں ہے، ہاں بھی بولتے نہیں ہیں. و این خواهر که هست میگوید کسی هر بچه ای که اگر گنگ باشد نتونه صحبت کند به درگاه عزت که بیاید زبان هان خوب میشود. یعنی این کرامات زنده عزت هست که چند روز که بیاید و به درگاه عزت دعا کند اگر گنگ باشد یا که در زبانش لکنک باشد خوب میشود. اللهم نوّر قلب متقين بأنوار جمال وكمال بكمال معرفتك وصلى. حاجة دل إتاجة زمان. عزت کی درگاہ میں بہت انسان کو سکون ملتے ہیں. یہاں جو سارے مزار جواب دکھ رہے ہیں، یا اینجا خیلی جای آرام بخش هست. این جایی که شما میبینید تمام مزارات هست، تمام این عاشقین حضرت هست که اینجا دفن هست، مدفون هست. خوش شکر سلامت را که افتی دعا کرده همیشه. اینها تمام این کسایی که اینجا آمده هن برای هر کس یک مشکلی داره و اینجا می آیند و دعا می خوانند و مشکلات اکثر اینها تا حالا حل شده هست. و اگر میری بھی دعا کرنا، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ کی دعا کرتے ہیں جی. چلو چلو چلو، ایک گھنٹہ سے آنا کر دیا وانا ہو ایک فوٹو آپ کر لو حالا ما می رویم به طرف محل
پری ها. اینجا کلش همه همه پری هست و یا هم جو اب جا رہے ہیں پریوں کے محل میں. غفا جی درو مت. ڈرتے ہو کیا؟ ڈرتے ہیں پریوں سے؟ ہاں نہیں نا. ہو یہ پریوں کا جھولا ہے, یہ ٹوٹ گیا ہے, پہلے اوپر لگا ہوا تھا. یہی تو ہے جھولا پریوں کا, لکڑی کا. یہاں جو بولتے ہیں یہ پریوں کا جھولا ہے. اینجا خانه پریا هست, این چیز از پری هست. کسی که صاحب بچه نمی شود اینجا می آید. جس کو بچه نہیں ہوتے ہیں اس پہ منت رکھتے ہیں, اس کے بچے ہو جاتے ہیں. یہاں کے لوگ کا یقین ہے, دیکھا ہے کچھ, تب لوگ ایسا یقین رکھتے ہیں. اس کا بچہ ہوا ہے, بہت سارے لوگ, تب لوگ اتنے لوگ آتے ہیں یہاں پہ منت رکھتے ہیں. اینجا که میبینید هر کس یک نظر یک چیز بسه میکند که کسی که بچه صاحب اولاد نباشه صاحب اولاد میشود. و اینقدر که مردم اینجا عقیده دارن به خاطر که اکثرشان صاحب بچه شدن. در دیوار نام خود بنویسند. خانه آقا هست و اینجا که بود خانه پریها, جنات پریها. جنات کی گره یه ها اوپر میں کیا ہے؟ اوپر میں کمرہ ہے. اس دور میں چراغا ہوتا تھا ان میں, جب لائٹ نہیں تھی. ایک ایکسپیرینس ہے. اینجا خانه پریا هست, جنات و پریها. در شب هیچ کس نمیتواند اینجا وارد شود. به اون اتاقای بالا که هست در آنجا پری و جنات هست, الان هم هست. و در پایین مردم میآیند برای اینجا, یک خانقاه کوچیک هست و اینجا خانه پریها, و برای بچه اولاد شده اینجا میآیند و دعا میخوانند. مردم در روز اجازه هست, در شب اجازه نیست کس اینجا وارد بشود. و اگر می خواهید که همیشه از همه مصیبت ها در امان باشید, اگر می خواهید که هر دعای شما قبول شود, هر حاجت شما بر آورده شود, تمام مشکلات شما دور شود, یک بار از انگشتر ما استفاده کنید. و برای به دست آوردن انگشتر ما می توانید به شماره واتساپی که اینجا نوشته هم تماس بگیرید و آن انگشتر را به دست بیارید, تا که زندگی شما عوض شود, تمام مشکلات شما دور شود و هر حاجتی که در دل دارید بر آورده شود و هر خواهش و هر دعایی که دارید